درود و وقت شما بخیر به این برنامه انتخابات 98 خوش آمدید. سران برخی دسته‌های انتخاباتی و احزاب سیاسی بر بیرون کشیدن اشرف غنی از قدرت پافشاری می‌کنند. عبدالله عبدالله در نشست سیاسی حزب وحدت اسلامی افغانستان هشدار می‌دهد که رسیدن آقای غنی به قدرت با توسل به تقلب ممکن نیست و گلبدین حکمتیار هم باور دارد که حکومت فعلی باید به یک حکومت دیگر که حامی انتخابات شفاف و صلح باشد جا خالی کند. از سوی هم کریم خلیلی رهبر حزب وحدت اسلامی و رئیس شورای عالی صلح برای نخستین بار میگه که طالبان حاضر به مذاکره با اشرف غنی و حکومت فعلی نیستند. در چنین وضعیتی چه انتظاری میشه از سرنوشت انتخابات افغانستان داشت؟ آیا دسته های انتخاباتی میان هم در حال جنجال و رقابت های منفی هستند یا واقعا میشه نتیجه هم این انتخابات داشته باشد؟ آیا کمیسیون شکایات انتخاباتی موفق خواهد شد که آنچه شکایاتی که گفته میشه نزدیک به 17000 است را بررسی کند و نتیجه ایش را اعلام کند؟ پس از گزارش روی این مهم صحبت خواهیم کرد. نشست سیاسی حزب وحدت اسلامی در گرمای تنش‌های انتخاباتی با سرنوشت ناروشن افغانستان. اینجا حرف‌های سران برخی حزب‌ها و دسته‌های انتخاباتی بیشتر روی انتخابات ریاست جمهوری متمرکز است، روی نتیجه و پیامدهای آن. دروغ اساس کار و روششان تشکیل میده. اگر دروغ 5 دقیقه برشان مفاد کنه 5 دقیقه و 5 دقیقه بعد بازو ضرر برشان داشته باشه، اون از اون 5 دقیقه هم دریغ نمیکنن. مثالش شما در روزهای اخیرم دیدین. اجازه نخواهند داد که کمیسیون انتخابات چیزی را که قبلا اعلام کرده ای را کمیسیون شکایات انتخاباتی هم تایید کنند. گلبدین حکمتیار اینجا کمیسیون انتخابات را بعد دستبرد در آرای انتخابات 98 متهم می کند. مخالف با رفتن انتخابات به دور دوم اما خواستار بازشماری کل آرای انتخابات ششم میزان. فشار وارد کنیم، از حق خود دفاع کنیم. نخستین کاری را که باید بکنیم تعویض حکومت به یک حکومت قابل قبول برای همه که نه مانع صلح باشه و نه مانع انتخابات شفاف و عادلانه. برخی سران سیاسی در این نشست باور دارند که به هر بهایی باید اشرف غنی از قدرت کنار زده شود. شما باور کنید که یک هفته گپ نیست، یک هفته گپ مشروط به اینکه اراده سیاسی قوی وجود داشته باشه. امنیت چقدر جای است که آدم نمیتونه اطرافش یک اعتراضات مدنی 20000 نفری را تنظیم بکنه؟ درست؟ و این چقدر خاطان است که مقاومت بکنه؟ رئیس کنونی شورای عالی صلح برای نخستین بار میگوید طالبان حاضر به مذاکره با اشرف غنی نیستند. صلح یک پروسه دولتی نیست. با دولت نمینشنه طالبان. با خصوصی دولت. با خصوصی رئیس جمهور نمینشینه. تا این لحظه هم ننشسته. دست انتخاباتی اشرف غنی ما پیوسته اتهام تقلب در انتخابات از سوی این دسته را رد کرده و گفته تنها راه رسیدن به قدرت برایند انتخابات ریاست جمهوری خواهد بود و بس. در این برنامه انتخابات 98 در نیمه نخست حفیظ الرحمن نقی معاون دوم دسته انتخاباتی گلبدین حکمتیار اینجا در استودیو با ما هستند. در نیمه دوم هم جناب محمد یاریار عضو دسته انتخاباتی دولت ساز با ما خواهند بود و در ادامه جناب دکتر مهدی ناطقی عضو دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی را به خود خواهیم داشت. بسیار زود خوش آمدین جناب محمد صاحب، ممنون از شفاهیتان. سلامت باشید. بیاین از همین آخرین مورد شروع کنیم. واقعا انتخابات ریاست جمهوری به دور دو میره؟ بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. این وظیفه کمیسیون شکایات یا دادگاه انتخاباتی است تا در عمل پاسخ ارائه کند که آیا انتخابات به دور دوم می رود یا خیر. اما شواهد و قرائن چی؟ برای اینکه کمیسیون شکایات انتخاباتی همان گونه که در گزارش قبلی ساعتی پیش معلوم گردید بیش از 16000 شکایت درج کردند، این آماری فوق العاده از لحاظ کمی
نشان میده که بر همون ادعاهایی که قبل از اعلام نتایج ابتدایی مطرح بود در مطبوعات برای مردم افغانستان که تقلب و تخلف و جرائم انتخاباتی به صورت سرسام آور در فرایند انتخابات ریاست جمهوری مشاهد بوده است، بعد اینکه کمیسیون شکایات چه نوع رسیدگی را میتواند و یا قادر است در پیش روی بگیرد، از نظر ما بنا بر دو چالش که فراروی کمیسیون شکایات است زیاد اطمینان وجود ندارد تا از این ورطه سیاه کلان تقلب و جرائم کمیسیون شکایات هم کشتیش به در ببرد. دو مشکل عبارتن، یکی از این که در متاسفانه در قانون انتخابات طور تبانی صورت گرفته که صلاحیت های کمیسیون شکایات در خصوص رسیدگی به آرای مشبوه و بر صندوق های قابل ملاحظه خیلی محصور کرده شده. چگونه؟ به این معنا که در قوانین انتخاباتی قبلی ما پنج انتخابات دیگری را که سه تا ریاست جمهوری و سه تا پارلمانی بوده پشت سر گذارن دیدیم، اونجا صلاحیت های کمیسیون شکایات به عنوان محکمه آغازین و فرجامی که انتخابات صلاحیت های کلان داشت، ولی متاسفانه در این قانون در طرح تعدیل و ایزاد این ترفند سیاسی قانونی به کار رفته که کمیسیون شکایات انتخاباتی هرگاه تصمیم مبنی بر ابطال محلی یا مرکزی را در روند کار کردش اتخاذ میکند لزوماً باید توافق کمیشنران کمیسیون انتخابات را داشته باشد. در یعنی چی؟ پس محکمه انتخاباتی بودن نشد. به همین حساس، به همین من این را چالش خطاب کردم. من گفتم که این چالش حقوقی و قانونی است فراروی کمیسیون شکایات انتخاباتی. بعد هم از این بیشتر مشکل دیگری که در طرح تعدیل قانون انتخابات آمده این است که هرگاه این دو نهاد، این کمیسیون شکایات جمع کمیسیون انتخابات در خصوص ابطال محلی یا مرکزی به نتیجه نرسند، محکمه ویژه اختصاصی در ولایات و در مرکز افغانستان تدویر می شود. این در حقیقت یک جفای کلانی و یک صدمه و لطمه بزرگی در کاری قانونمندی در خصوص قانون انتخابات صورت گرفته. پس گرفته. در این اساس آیا قانون انتخابات افغانستان تعدیل نشد؟ همین در تعدیلی که صورت گرفت، در تعدیل این بحث آمده وارد شده. پس این دستای انتخاباتی و طرفین چه کار میکردن؟ واقعا مشاور حقوقی یا فرد حقوقدانی نبود تا به همین موردی که شما ترفند یا شگرد میخوانینش که به این مهم پی ببرن؟ خوب، این خیلی جواب بسیط داره این سوال شما، برای اینکه میدونین که در سیستم تقنین و قانونگذاری کاندیدا یا شرکای انتخابات ریاست جمهوری در طرح تعدیل حق مداخله ندارند. برای آماده کردن مسوده طرح تعدیل نهاد مشخصی در قانون پیش بینی شده. اون نهاد چون متاسفانه سیستم حقوقی ما بسیار مشکلات و فراز و نشیب کلان خود در همه خصوص، مخصوصا در خصوص انتخابات دارد، اساسا نمی بایست وزارت محترم عدلیه صلاحیت تصویب طرح تعدیل و ایزاد قانون انتخابات به خود می گرفت. ولی چون اساسا در قانون اساسی پرابلم برمیگرده به اونجا که کسی که شریک بازی و قاعده انتخابات است، تمامی ابزارها به دستش است. نباید یک رئیس جمهور بر موجب تحلیل های علمی حقوقی شریک یک بازی و یک قاعده سیاسی باشد. پس اینجا به این اساس طرح تعدیل توسط کاندیدان و نامزدان ریاست جمهوری اساساً صورت نگرفته و حقی ویتو و یا حقی ارائه نظریه اصلاحی را هم شرکا یا نامزد و رئیس جمهوران نداشتند. تنها چیزی را که بر اینها در این قانون حق داده شد همان یک استعمال رای برای کمیشنر، و آن هم با یک عالمی از مشکلات تکنیکی و اداری. پس کمیسیون شکایات انتخاباتی محکمه انتخاباتی نیست. خیلی کوتاه،
امین مورد درست محکمه هست به موجب قانون، ولی محکمه ای که صلاحیتاش مقید شده و این تقیید بر مبنای سیاست تقنینی افغانستان در تضاد کامل قرار دارد. پس بر این اساس چالش دومی که من چون ببخشید چالش دومی که فراروی کمیسیون محترم شکایات است این است که داده های کاری کمیسیون شکایات در خلال بیش از دو ماه نشان میده که ظرفیت و اراده کار در کمیسیون شکایات هم فوق العاده مواجه با ضعف است. در جلسه روز جمعه قبل از اعلام نتایج ابتدایی که کمیسیون شکایات نشستی داشتند، در یک برخی از گزارششان خوانده شد رسما که در طول رسیدگی های بیش از دو ماهشان به چهار کارمند انتخابات اخطاریه صادر کردند و چهار محل را ابطال کردند، در حالی که به موجب قانون انتخابات کمیسیون شکایات کارش بعد از اعلام نتایج ابتدایی آغاز نمی شود. کاری مبنی بر ابطال، کاری مبنی بر فاقد اعتبار شناسی آرا، کار مبنی بر تفتیش صندوق ها، اینها از همان روزی که انتخابات پایان یابه صلاحیت از اینا همگام با پایان یابی انتخابات است. پس بر این اساس شما بی باورین؟ ولی این داده های کارکردی کمیسیون شکایات نشان میده که انواع ضعف مدیریتی و فقاهت حقوقی و دانش مدیریتی انتخاباتی متاسفانه در درون کمیسیون شکایات انتخاباتی موجود است. اگر بر این سه نقیصه خدای نخواسته موضوع طمع یا تهدید در کمیسیون شکایات همچنان که در کمیسیون انتخابات رخ نکند، دست امید از کمیسیون شکایات انتخاباتی هم شسته خواهد شد. جناب معاونت، حالا در وضعیتی که شما فاقد دانش، فاقد ظرفیت و فاقد صلاحیت تصمیم گیری تام را زمانی شما در موردش صحبت میکنین، کمیسیون شکایات انتخاباتی از او برخوردار نیست، پس چه انتظاری میشه داشت از فیصلهایشان؟ یعنی شما بیباورین به این مهم؟ من واژه فاقد صلاحیت را به کار نبردم، گفتم که به نقص صلاحیت تام. حالا کل در نتیجه میرن با کمیسیون انتخابات، باید نظر از اونام گرفته شود. گفتم، عرض کردم که قانون کمیسیون شکایات طرح تعدیل قانون انتخابات خیلی مقید کرده است و این تقیید هم به صورت فوق العاده دانسته شده از قبل در اینجا گنجانیده شده برای جلوگیری از تشویش هایی که به طرف عدالتمندی اگر گاهی کمیسیونی شکایت بخواهد برود، اینجا برایش قیدهای آورده شده است که برای عدالت یا رفتن نتواند یا دیر به عدالت برسد. پس بر همین اساس آیا انتظاری میتوان داشت از کمیسیون شکایت انتخاباتی؟ 5000 شکایت، بیش از 5000 شکایت شما درج کردین یا ثبت کردین، در این 5000 شکایتتان فکر میکنید چه نتیجه ای رو بس خطا بودین؟ حرفی من تکمیل نگردید. من عرض کردم که با همین دو چالشی که مفصل‌تر سرش بحث کردم، کمیسیون شکایات با نوعی از چالش ها در خصوصی برایند عدالت مآبانه رسیدگی به شکایات بیش از 16000 به مشکل مواجه است. ولی با آن هم یک بخشی از صلاحیت هایی که تا هنوز هم در همین طرح تعدیل برای کمیشنران محترم کمیسیون شکایات داده شده است، اگر ایشان صلابت شخصی و صلابت ذهنی و استقلال فردی و استقلال ذهنی شان حفظ نمایند، از آز و طمع و تهدید دلهره نشوند، بروند به طرف تطبیق قانون. پیششان قانون انتخابات است و یک لایحه دارند، لایحه رسیدگی به شکایات و ابطال آرا. خیلی گپی کلانی هم پیش کمیسیون شکایات نیست، حدودا 5 تا 4 تا ماده در قانون انتخابات است برای کارگیریشان و در محدوده 20
تا رهنمودی مندرج در لایحه بررسی و ابطال آراشان. اگر ملاک عملشان همین دو مصدر بوده باشد، از هیچ کسی فرمان نبرن، باز هم امیدی این هست. اگرتون میتونه پرسش را مطرح کنید، یعنی هنوز هم اعتماد کامل ندارین شما بالای کمیسیون؟ هرگز اعتماد، برای اینکه یک مشکل در سیستم است، طوری که عرض کردم در سیستم مشکل وجود دارد. با هم دو مورد با آن هم ما تشویشی که داریم، با آن هم آرزومان بر است که اگر کمیسیون شکایات انتخاباتی صمیمانه این شکایات را رسیدگی نماید، یقینا که چیزی که از رسیدگی اینا خواهد برآمد عدی اقل برای اکثر مردم افغانستان قابل قبول خواهد بود. بیاین خیلی کوتاه داشته باشیم، چون فرصتی که برای شما در نظر گرفته بودیم هم به پایان میرسه. اگر نتیجه انتخابات بر وفق مراد شما نباشد چی میکنین؟ ما نتیجه را نمیخواهیم بر وفق مرادمان باشد. بر اساس قانون اینجاست. بله، صدای ما بر این است. صدای ما بر این است که این نتیجه بر وفق ما بودنش قانونمند نیست. ما تقاضایی که داریم عبارت از این است که نتیجه انتخابات باید به سلامتی قانون انتخابات صحه بگذاره و لایحه‌های منوط بر کمیسیون ها باید در نتایج انتخابات دقیقاً تطبیق شود. با همین بی‌باوریتون، اگر نتیجه آنچنانی که می‌خواهید قانون تطبیق نشد چی میکنید؟ اگر قانون را چنانچه کمیسیون انتخابات لگد مال نمود، بر هر حتی بر ماده ای که استناد کرد و نتایج ابتدایی را اعلان کرد هم خطای فاحش کرد، بر اساس ماده 87 قانون انتخابات کمیسیون آمد نتیجه ابتدایی اعلان کرد که راهی بود به ترکستان. هر شهروندی افغانستان می تواند اول نخست بره و متکای کمیسیون انتخابات بخونه، بعد بیا این ماده را بخونه که چه ربطی بین اعلام نتایج ابتدایی و بین این استناد قانونی است. اگر کمیسیون شکایات هم چون کمیسیون انتخابات از یک روزنه سیاهی به عدالتی، به باوری به قانون و عدم احاطه، چی که عدم آگاهی کامل به قانون، اگر یک تصمیمی را بگیره که در حقیقت به نوع معید کمیسیون انتخابات بوده باشد، ما از همه گزینه هایی که برای اعاده حقوق اساسی مندرج ماده 33 قانون اساسی ما مؤثر باشد دریغ نمیکنیم. بسیار تشکر، لطف کردین آقای حفیظ الرحمن نقیم، اون دوم دسته انتخاباتی گلبدین حکمتیار. باز میگردیم تا دقایق دیگر. به ادامه انتخابات 98 خوش آمدین. در ادامه برنامه محمد یار عضو دسته انتخاباتی دولت ساز اینجا با ما هستن. بسیار خوش آمدین جناب یار. ممنون از حضورتان. بین از موردی که امروز دقیقاً در مورد دسته انتخاباتی تان بیان شد ادامه تیم صحبت ها را، سران برخی دستای انتخاباتی حالا از بیرون کشیدن آقای غنی از قدرت پافشاری دارن، آیا نگران این مورد نیستین؟ از خپل سلام ادب او احترام تاسو ته ډیرو درنو لیدونکو ورېدونکو ته وړاندې کوم. دا زموږ لپاره څه ناآشنا خبره نه ده، هغه په دې دلیل باندې چې دغه محترمین چې دوی د سیاست پر ډګر باندې د جمهوریت تر چتر لاندې کله لوبې ته راوځي، نو دوی له دغه ډګره سره او د دغې لوبې سره ناآشنا دي. نو کله چې د لوبي سره ناشناوي او د جمهوریت ارزښتونو سره ناشناوي او د پخپله بیکګراوند کې د جمهوریت او د دیموکراسي او د علمي عیني واقعي سیاستونو تجربه ونه لري، نو هغه دغه ډول څرګندونه کوي چې هغه نه د قانون سره سرخوري او نه د دغه سیاست مداران چې هغوی دعوه کوي چې د افغانستان سرنوشت په لاس کې اخلي او د دیموکراتیک لوبي ډګر ته راوځي، دغو د شان سره دا نشایي. بیایید یک نقل قول کنم در ادامه صحبتهای شما را داشته باشم. آقای عبدالله اشتار میتن که رسیدن آقای غنی به قدرت با توسل به تقلب ممکن نیست. چه پیامی را به شما میرسانه؟ تر دغه بریده پورې زه موافق یم چې یا موږ په مجموع کې موافق یو چې په تقلب باندې هیڅ څوک قدرت نسی رسیدلی، هیڅ څوک، یوازې یو نفر نه،
موږ هم کاملا د تقلب مخالف یو او موږ په عمل کې دا ثابته کړې ده. پس به اساس همین مورد آیا لا چرا همین دسته انتخاباتی در برابر شما ایستادن؟ زمانی که بحث تقلب پیش میه دیدشان این است که میگن شما واکنش نشان میتین و دسته دیگر خاموش هستن. آیا تنها شما در این مهم که بحث تقلب از دخیل بودین یا دیگر هم شاملن؟ ولی دا یو دیر پراخ طولون پوهنیز بحث غاری دا خپل زانتی و پس منظر لری چی یوش میر دلی یا یوش میر اشخاص زموش په مقابل کې سر را طول سوی دی دا دیر یولی بحث غاری خوصا با کوشش بکم چی وان دازه اغا دلیل تاست او در نو لیدون کتا روشانکم حقا دا دی تاسو دغه ننچ پا دغه غونده کی کم محترمین را طول سوی و اول تاسو د دوی هغه ایدئولوژیک ماهیت وګوري د دوی سابقه وګوري د دوی تجربه وګوري د دوی امتحان وګوري او د دوی نتیجه وګوري د عملیات سابقه شون چیز سابقه د دوی اکثریت جنگ بحران تقلب او ملت او مملکت پر فاجعه باندې اړول تاسو وګوري دی یو مشترک وجه لري چې په نن مثلا تر یو چتر لاندې راټولېدلی سي چې دوی کله چې د وطن د ویرانۍ بحث وي یا د وطن د ویرانۍ اشر وي نو بیا دوی په دغه ویرانۍ کې راټولېدلی سي او په دغه ویرانۍ کې برخه اخیستلی سي یو د بل په مقابل کې دوی هم راکټ استعمالولی سي هم دا وطن رانولی سي هم د پردوی په ګټه باندې کار کولی سي او کله چې د جوړې خبره یې د جوړې په وخت کې بیا دی آماده نمی‌دهد. منظورتان چیست؟ آقای عبدالله چون این کار را انجام دادن، آقای حکمتیار چون این کار را انجام دادن، آقای خلیلی در ویرانی وطن دست داشتن؟ دا حق روشان چون چهره های برجسته همین نشست همینا بودن. دقیقاً، دقیقاً دا حق چدی؟ دا حق روشان حقیقت دی د ملت په وړاندې دا زموږ دا سند دی چې موږ د ډیر لیرې تاریخ خبره کوو. دا زموږ د همدغه اجتماعی تاریخ یعنی هغه تاریخ چې لا هم روان دی زموږ په ژوند کې یعنی په بل عبارت ترته ویلی سمه چې زموږ د پرون ورځې خبره ده چې یوازې دغه زه او ته چې اوس دلته په دغه کابل کې ناست یو دا اوس بحث کوو همدغه کابل موږ تاسو ولیدله چې شل کاله وړاندې دا کابل پر بل مخ واوښتی فرهنګ یې علم یې دانش یې اجتماعي ساختارونه و اداري ساختارونه اما یار صاحب دا اجازه راکړئ همین کسایی را که شما حالا انگشت انتقاد بالایشان میگیرین یارایشان نزدیکانشان که با اونا بودن و به قول شما چون این مواردی را که خطاب کردین با شما هستن امروز یاران دیروزیشان واضح اگر نیاز دارین که من میتونم خدمت شما باشم کسانی که یاران دیروزی اونا بودن کیا هستن رم خدمت شما میتونم حتی منام بگیرم اما سوال اینجاست کسی که اگر در برابر شما استاد به قول برخی شهروندان بدن و کسانی که اگر از شما حمایت کردن خوب؟ نه نه خبر دست نده پس چی؟ ملت پر نتیجه بندی در کار فکر کنید نتیجه کار چی؟ در تحقیق چکل کیجی د تحقیق نتیجه د خلکو په کار نتیجه چه کار؟ سیاست د عمل لوبه ده د عمل پر نتیجه باندې خلق حساب کوي او د عمل نتیجه په کار ده موږ یعنی زه خپله موږ همیشه د یو استراتیژیک صبر زغم او حوصلې خاوند ټیم یو موږ دا حساب نه کوو د چا سره پرون چې څه تیر سوله تیر سوله اما شما انگشت انتقاد بالا کردین وقتی که انگشت انتقاد بالا میکنین حتما میدانین را که کسی که تا دیروز با اونا بود امروز با شما هست اما. پس کسی که اگر خراب بود به قول شما بله. که با اونا بودن چطور در کنار خود شما پذیرفتینش اجازه را که چی ده اما تا شریح حق چیش ده ماوی ده اما ورکم اما امین اما ایتان نمیخوایم یکم واضح داشته باشم دیر با واضح در تویم اما داده چی موش گوارو ده سولی خواهد ولارسو د ثبات خواته ولاړسو د مصلحت خواته ولاړسو با کدام افراد او د ټولو سره موږ د طالبانو سره سوله کوو د طالبانو دپاره موږ دقیقه طرحه لرو کله چې کسانی که امروز از شما حمایت میکنن دیروز میجنګیدن د طالبانو سره هم سولې ته ځو او په داخل کې خو بیخي
مشخص به سوال ما یار صاحب جواب بدین، به طرف دیگر نمیریم. کسانی که دیروز میجنگیدن امروز از شما حمایت میکنن، با همونا میرین و امروز طرف دیگرش را باز انتقاد میکنین و پیشینی از اونا را مورد انتقاد قرار میدین. واضح در توایم د طالبانو سره مسولیت ازو هغه زمور سره چې څوک هم هنګ سوي دي، جمهوریت یې منلی دي، قانون یې منلی دي، اصول یې منلی دي، پرنسپونه یې منلی دي. اما چرا باید پیشینی اینا را مورد انتقاد قرار بدین پس؟ اگر اونا پذیرفتن اینا اینا نمیپذیرن یعنی جمهوریت؟ ځکه دی جمهوریت نمانی؟ چی را میپذیرن؟ دی جمهوریت نمانی؟ دی گوره جمهوریت د افغانستان د اساسی قانون حکم دی که ندی؟ دولت جوړونکي ټیم تر هغه وخت پر چې تعریفتون از جمهوریت چیست؟ واضح اگر بس انتخابات است، خب اینا هم اومدن در کنارتون مبارزه کردن. تا اینجای کار یکی از اصول دموکراسی همی هست که نظام تمثیل شد دالت دکن. شما چی را میخواین بیان کنید؟ جمهوریت خود یه واضح خبره ده. جمهوریت ولسواکی د خلکو د خواڅخه د خلکو په واسطه پر خلکو باندې حکومت خلق د حکیمیت خوندان ګرځول ډیر ساده واسطه. اگر اینا روی قدرت بین مردم روی قدرت نخواد بود و حکومت نخواد کردن، حکومت مردم برای مردم و از طریق مردم نخواد بود. کله چې دوی وایي چې موږ اجازه نه ورکوو چې ډاکټر صاحب اشرف غنی قدرت کې پاتې، موږ د قدرت څخه باسو، آیا د جمهوریت غوښتنه ده؟ خو موږ د لوبې ته تللي یو، د لوبې قواعد معلوم دي. صحیح، بحث تقلب را شما فراموش نکنید که تاکید روی واژه تقلب هم شده بود. خو تقلب خو ګوره کچیرې د لوبې قاعده منی چې هغه ډېره واضح ده، د لوبې د ډیموکراتیکې لوبې د انتخابات د لوبې دوې قاعدې دي. د رای صندوق ولاړو، د انتخاباتو د کمیسیون چتر تر هغه چا ته لاندې باید راسو. اما دوی د انتخاباتو هغه کمیشنران چې رئیس جمهور په تاریخ کې د اول وار دپاره دا مه هیروئ او نه هیري، ملت یې نه هیروي، خپل صلاحیتونه یې ور انتقال کړل دوی ته، د دې دپاره چې ښه اطمینان رامنځته شي، د دې دپاره چې ښه د هغه د جمهوریت ریښې دلته ټینګې سي، دوی ته یې اختیار ورکوي چې رایه ورکړي. چقدر صادقانه و خالصانه بر اساس قوانین، اصول و مقرراتی که در داخل کمیسیون هست این کمیشنرها عمل کردن؟ زه دغه ساتو خپل پښتنه مې روي هغه مخکنی خبر ګوره ډیره زیاته مهمه ده، تاسو اجازه راکړئ چې زه هغه درته بشپړه کړم. خیلی کوته ګوره دوی تاسو جمهوریت اول خو دوی جمهوریت نه قبلوي، ټوله اوم انتخابات ته کاندید و اوم د انتخابات پر ضد ولاړه. اوس ګوري اکثره کاندیدان په دې کې وایي چې موږ یو موقت حکومت غواړو. آیا موقت حکومت افغانستان د اساسي قانون حکم دی چې نه دی؟ سیده زموش دشمنان یه اما هنوز هم ذهنیت همی هست که میگن بحث سال انتخابات را تحت شعا قرار داده، حتی بحث بررسی و اعلام نتایج و سایر گپار هم حتی میگن تحت شعا غیر مستقیم قرار داده، چون باور نداره. دوی مخ که هم دا خبره کوله د سولې او د انتخاباتو دوه پروسې یو د بل سره ګډولې. موږ به دا ورته ویل چې د سولې جلا پروسه ده، د انتخاباتو جلا پروسه ده، د انتخابات د افغانستان د اساسي قانون حکم دی چې تاسو انتخاباتو ته ولاړ سئ، انتخابات وکړئ، د انتخاباتو وخت را رسېدلی دی. دوی مخکې هم ګوري دغه خلک چې دي، دوی خپل امتحان ورکړی دی ملت ته. تاسو په عمل کې ولیدله در پنج سال اخیر، تاسو په عمل کې ولیدله دوی په در چه زمان؟ دوی په تیرو څلوېښتو کالو کې دی امتحان ورکړی دی ګام پر ګام. حالا همین چند سال اخیر بازم میخوای همون سوال را قبلا پرسیدم، شما بازم به اون میپیچین. حالا کسانی هستن که با شما هم یک جا هستن از همون 40 سال قبل، دیروز با شما نبودن، مخالف شما بودن، اما امروز از شما حمایت میکنن، پس اونا رو شما مورد انتقاد قرار میدین به این اساس؟ نه نه گوره خبر را دیره واضح پس که هر که با من نیست دشمن من است، آن که با من از دوست من. نه 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 خبر را دیره واضح یا هر کسی که از من حمایت کرد دوست من. نه 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 خبر را دیره واضح ده. ملت موږ ویني قضاوت کوي، نه غواړم چې داس خبره وکړم چې ملت زما په اړه باندې منفي قضاوت وکړي. هغه څوک چې زموږ سره دي، موږ د څه شي ږغ کوو؟ موږ د جمهوریت ږغ کوو، موږ د افغانستان د اساسي قانون ږغ کوو، موږ د لوبې د قواعدو د مراتولو ږغ کوو. هر هغه څوک چې دغه څه مني هغه زموږ سره جوړ راغلی دی، هغه څوک چې دغه نه مني هغه زموږ په مقابل کې ولاړ دی. ګوره موقت حکومت، سرپرست حکومت، مشارکتي حکومت، د انتخابات محور حکومت، دا ټولې هغه خبرې دي چې دغه کسان چې دغه حکومتونه غواړي دا زموږ په مقابل کې ولاړ دي. امیددارم ګپ ها واضح شده باشه، امیددارم برای شهروندای بیننده هستن صحبت ها واضح شده باشه. اما در بحث کمیسیون چقدر صادقانه و خالصانه بر اساس آنچه که اسناد تقنینی کمیسیون هست عمل شده تا اینجای کار؟
انتخابات کمیسیون کې دقیقاً انتخابات کمیسیون کې جدي مشکلات موجود دي. ګوري پر موږ باندې اوس د ایدای تراس کې وای مخکې تاسو ولې پر ژغنه پورته به اساس همون انتقادها به اساس همین مشکلاتی که وجود داره چرا انتقاد نکردین در زمانش؟ ګوره ما میومتل مخکې هم کار که چې هر نقطه جایی دارد هر سخن مکانی هر سخن جایی و هر نقطه مکانی دارد. میخوایم اینو تکمیل کنیم. تشکر. د انتخابات کمیسیون اساسی قانون دا واضح کړی چې په کوم وخت کې تاسو شکایت وکړي د شکایتو د کمیسیون وجود اگر کار اشتباه پیش بره چی؟ انتقاد دسته انتخاباتی همون زمان همین بود که حالا کمیسیون از اسناد تقنینی خود تمکینی به اونا نمیکنه. دا که نکوله موږ هم دا وایو چې مشکلات موږ خپله مثلا اعتراضونه لرو موږ تر 3000 زیات شکایتونه ثبت کړي دي. د دې معنی څه ده؟ د دې معنی دا ده چې زموږ ډېر شکایتونه متوجه دي، سوالونه مو متوجه دي و د انتخاباتو کمیسیون ته. اما کله چې د قانون پر مبنا باندې وخت راورسېدی موږ په خپل وخت کې مننه چې زما متل متاثر تاسو کوي په خپل وخت کې موږ لاړلو د قانون پر مبنا باندې د شکایتو کمیسیون ته. د شکایتو په کمیسیون کې مو خپل تر 3000 اضافه شکایتونه ثبت کړله، نور ټیمونه هم ثبت کړل چې غوښتل یې چې ثبت کړي غوښتل کړل. اوس به د شکایتو کمیسیون ته فرصت ورکو چې هغوی د قانون پر مبنا باندې په آرامه فضا کې فشار ورباندې واچول سي لکه د انتخابات پر کمیسیون چې فشار واچوه چې دوی خپل تحلیل تجزیه بررسی تصنیف طبقه بندی دا ټول په آرامه فضا کې وکړي د قانون پر بسند باندې او د خپل صلاحیتونو څخه په استفاده باندې د خپل نتایج د انتخابات کمیسیون ته واسي. اما اون چې خواستم ما شریک بسازم با شما یک بخش از شعر است یا یک مصرعی است یک شعرم هست. اما سوالی که حالا مطرح میشه اگر نتیجه انتخابات یا بررسی کمیسیون شکایات انتخاباتی بر وفق مراد شما نباشه، شما زیر کشیده شمین انتخابات به دور دوباره چی؟ نه موج نه بل څوک دا حق لري چې خپل ذوق تحمل کی. موج د انتخابات پروسې ته له استتیک زاویه څخه نه ګورو. موج د قانوني حقوقي مبنا باندې انتخابات ته ګورو. کچیری وقتی که آقای سالم میگن رای ما 55% است یعنی چی؟ یعنی دا چی موږ خپله محاسبه لرو او زموږ محاسبه ډیره دقیقه ده. یعنی امکانی وجود داره که رای تان بلند بره؟ په دې کې هیڅ شک نسته. زموږ رای زموږ د دقیقې محاسبه پر حساب پر هغه وخت چې نورو ټیمونو لکه د انتخاباتو مخکې چې موږ کمپاین کاوه او دی د انتخاباتو د پروسې پر ضد هم کاندیدانو همیت څرګندونی کولې. په همدې شکل باندې د انتخاباتو کمیسیون چې کله کار کاوه او دغو محترمینو د انتخاباتو د کمیسیون دروازې په غیر قانوني توګه باندې تړلې وې، د قانون خلاف د انتخاباتو د کمیسیون ته د انتخاباتو کمیسیون کارکوونکو ته مزاحمتونه کول د قانون ضد د قانون خلاف، موږ په هغه وخت په ډېره سړه سینه باندې کار کاوه. موږ د خپل کار نتیجه ډېره دقیقه و شکایت کمیسیون ته سپارلې ده. هغه د خپل د کار په نتیجه کې چې موږ کم شکایتونه مستند کړي دي، یعنی موږ باور لرو چې موږ یو شکایت هم هوایی نه دی، فرض بریم مستند دی، فرض بریم حالا اگر نتیجه انتخابات منفی باشه به نفع دسته انتخاباتی شما نباشه و انتخابات بره به دور دو چی؟ یعنی که اجازه ولرم چې بیرته سوال وکړم، دغه نتیجه که چیرې د قانون مطابق وي که د قانون خلاف وي؟ زه دا پوښتنه درڅخه کوم. ستاسو سوال څه ډول دی؟ حالا مطمئنا میدانین که هر گپی را که من میزنم به اساس قانون میپرسم. من خلاف قانون با شما صحبت نمیخواهم کنم. اینه مطمئنا شما درک میکنین. زه مطمئنم چې ما ډېرې خبرې تاسو درک کولی سي، اما بیا هم ډېر کلک من میخواهم واضح بشنم از شما. اگر نتیجه خلاف آنچه باشه که شما خواستتان هست، یعنی انتخابات به دور دو بره، 102,000 رای مثلا باطل شوه و در او یک قسمت آرای شما هم باشه، فکر میکنین خب 11,000 و چند رایی که آقای محمد اشرف غنی بالاتر دارن همین رای در همو بین حذف شوه چی؟
اول خو به دا درته وایمه چې حذف دو خو زموږ د محاسبې له مخې هیڅ امکان نه لري، حتی موږ ډېر چې اساس امکان نه لري، زموږ ځکه چې دا کمی په اساس قانون د قانون پر اساس کم نتیجه چې د انتخاباتو کمیسیون اعلان کړې ده هغوی پاک رای اعلان کردید. رای خلاف زمان در طرز العمل کمیسیون چی خوانده شده؟ اگر خلاف زمان ندی یا بلکه 2012 رای چی دی هغه گوری پردی بانی دیر باس کی گفته که از یا نیست؟ در ملوک میگه که هست؟ در ملوک ندی ویلی چی دا مطمئن است این که نیست؟ بیخی مطمئنیم زکا چی؟ مگر مکاتیب را شما کدام باری مطالعه کردین؟ بله بله دا مطالعه کردید، دا هر چه مشتوازی و روشانه دی دلیل در توایم. من به اساس همون دلیل شما از شما پرسیدم. دلیل در توایم. دلیل دادی چی دا درملو کمپانی سر دا تفاهم نو لسلیک سوی چی دی به دا وقت او دا تاریخ تنظیمات را منسته کهید. پس این مداخله در کار کمیسیون نیست که میگن این ناممکن هست؟ نه نه. این تصمیم را کمیسیون شکایات میگیره. آیا کمیسیون شکایات صلاحیت این را داره باطل کنه یا نه؟ پس اگر تصمیم بگیره که همین آرا باطل چی میکنه؟ خب دا تصمیم چه دی ونیسی گوری ته به گوری به اساس طرز العمل گوره خود د طرز العمل پر اساس د قانون پر اساس به ګورو د دې تصمیم به ګورو لکه د انتخاباتو خب فرض بر این که امین تصمیم را گرفتن چی میکنه؟ پر کوم اساس ونیوی؟ حالا به اساس قانون به اساس طرز العمل یعنی قانونی و دقیقاً قانون په وړاندې څوک سرکشي کولای شي؟ د قانون په وړاندې یعنی شما طرز العمل خواندین باره ګوره که د قانون د طرز العمل په وړاندې څوک دریږي هغه یاغي او باندې بلل شي ماده 19 بند 2 ما رفرنس میتون برای شما لطف کنین با سر بزنین یک بار به اینجا. اما اگر همین تصمیم بر وفق مرادتان نباشه چی میکنین؟ یک جمله خیلی کوتاه که چون وقتتان تمام است. که د قانون پر اساس وي موږ قانون ته تسلیم یو، موږ یوازنی ټیم یو چې قانون ته احترام لرو و انتخابات هم خاطر رفت به دور دو به ای اساس. زه درته وایم څه چې د قانون حکم یې د قانون حکم باید ټول ومني. یوازنی ټیم دولت جوړونکی ټیم دی چې قانون د هغه دپاره مطرح دی او دغه نور خلک چې دي چې دی خپل په بیکګراوند کې د وطن د خلکو دپاره ښه تجربه نور کړي د قانونمندۍ څخه بیریږي. وقتتان کاملا تمام شد. بسیار تشکر. ممنونتان. لطف کردین آقای محمد یار یار عضو دسته انتخاباتی دولت ساز. تشکر. زنده باشید. باز میگردیم با دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی. به ادامه انتخابات 98 خوش آمدین. جناب دکتر مهدی ناطقی عضو دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی با ما هستن. بسیار خوش آمدین ناطقی صاحب. با از آخرین مورد آغاز میکنیم. چقدر بالای کمیسیون شکایت انتخاباتی باور داریم؟ بسم الله الرحمن الرحیم و بهینستعین با عرض سلام و احترام به شما و همه بینندگان محترم. ببینید ما اگر حالا قضاوت بکنیم که 100% به کمیسیون سمع شکایت باور داریم، این قبل از وقت است. ما فقط به امو ظاهر کلام و صحبت هایی که در نشست مشترکی که کمیسیون سمع شکایت با کمیسیون مستقل انتخابات و نامزدان انتخابات ریاست جمهوری داشت و همینطور یک اعلامیه‌ای که از طرف کمیسیون سمع شکایات صادر شد برای اینکه اون چی که معیار هست برای ما آرای بایومتریک شده معیار هست و همینطور عرض کردن که آرای بایومتریک شده برای از ما معیار هستن، ما مطابق اینمی صحبت ها و اینمی حرف هایی که اونا گفتن حتی امی هفت ولایتی را که ما اجازه باشماری دادیم صرف به خاطر اینمی موضوعات که یک فضای اعتماد سازی را به وجود آورده بودن. اما سالی که نیکوس از بهارش پیداست، بله، بر این اساس چی؟ باور شما بی باور هستین یا باور دارین؟ ما پیشینی کمیسیون انتخابات را داریم، اونجا خیلی ها شما انتقاد داشتین، اما این را میشه تفسیر کرد که شما اعتماد دارین یا هنوزم بی اعتماد هستین؟ ببینید ما اگر از لحاظ حقوقی بیایم یک بررسی داشته باشیم که کمیسیون سمع شکایات چنان که اگر ما در لوایح طرز العمل ها و قانون انتخابات مراجعه بکنیم از عنوان و نامش هم پیداست که کمیسیون مستقل هست و هیچ گونه ربط ندارد به کمیسیون مستقل انتخابات. اما این که واقعا ما بیاییم امیدی که داریم و او فضای اعتماد سازی را که با وجود آورده بود ای بیاید تبدیل به یقین شود بعد از 15 روزی که امروز آغاز
روندی رسیدگی به شکایات و اعتراض بود، بعد از 15 روز میای مشخص میشه که آیا واقعا به خواستها و اعتراضات و شکایاتی که از طرف تیم ثبات و همگرایی و بعضی تیم‌های دیگری که صورت گرفته، آیا واقعا اینها مطابق قانون، مطابق لایحه، مطابق طرز العمل‌ها فیصله میکند یا نمیکند، این را زمان ثابت میکند. و حالا اگر ما بیاییم بگوییم که ما حتما 100% اعتبار داریم، اعتماد داریم، باور کامل داریم، این قبل از وقت هستند. اما یک نکته دیگری که معاون رئیس معاون کمیسیون سمی شکایات اعلام کرده بود، گفت که این هم خودش یک اعتماد بود واقعا که 27 ولایتی که توسط کمیسیون مستقل انتخابات مورد بارشماری قرار گرفته و به تاییدش نهادهای ناظر بین المللی، فیفا و تیفا که گفت روند باشماری شفافیت نداشته بوده، گفته ای را ما دوباره مورد باشمارش قرار میدیم. این در واقع یک نوع نوید، یک نوع اعتماد، فضای اعتماد را به وجود آورد که ما آمدیم به امی اکتفا کردیم. یعنی اما همه تعهد نیست وقوع عینی پیدا بکند، وقوع خارجی پیدا بکند یا نکند، این را گفتم زمان ثابت میکنه. بعد از 15 روز خواهد ثابت شد. اگر تعهد نشده با شما، پس به اساس چی این چونی صحبتی را میکنین؟ بحث 27 ولایت را به اساس کدام مورد اجازه دادین که حالا بازشماری در 7 ولایت؟ ببینید، من حرف از تعهد نگفتم، من حرف از گفتم که یک فضای اعتماد را با وجود آورد. فضای اعتماد معاون کمیسیون اینجا گفتن که ما 27 ولایت را ما بازشماری میکنیم. اعلامیش موجود هست، خودش اعلام کردن، گفتن که این 27 ولایتی که توسط کمیسیون مستقل انتخابات مورد بازشماری قرار گرفته، ما این را دوباره، یعنی برای ما قابل اعتبار نیست. در صورتی که یک بحث لزوم داره. اجازه بدید، در صورت لزوم، در صورت ضرورت، ما دوباره این را مورد بازشماری قرار میدیم، چنان که ماده 87 قانون انتخابات در این زمینه صراحت دارد که میتونه که کمیسیون سمع شکایت، یعنی قبل از اعلام نتیجه نهایی و پیش و بعد از اینی که به اعتراضات و شکایات اینا رسیدگی میکنه، میتونه که مورد بازشماری قرار بدهد و محلات و صندوق هایی که مشکوک است و اعتراض و شکایات در اونجا وجود دارد. نه اینی که واقعا بیایم به مردم و دسته های انتخاباتی معترض و شاکی این آمده تعهد داده باشه، فقط ظاهر کلامشان و ظاهر اون نشست مشترکی که اونا آمدن صحبت هایی داشتن و اعلامیه ای که داشتن، ما با امو ظاهر صحبت هایشان اکتفا کردیم. پس شما اعتماد کلی ندارین، اعتمادتان نسبی هست. این را زمان ثابت میکنه، این یعنی اعتمادتان نسبی است. بعد از 15 روز بعد از 15 روز ثابت بشه که آیا واقعا ما امیدوار هستیم که به این اعتراضات و شکایت، به خاطر این که اگر ما به لوایح طرز العمل ها همه مراجعه بکنیم، موضوع شکایات رو میگه چی مطرح میکنه؟ میگه تخطی باشد، تخلف باشد، جرم باشد و مستند باشد، مستدل، معتبر. تمام شکایات و اعتراضات از ما که نزدیک به 8000 شکایت هست که درج شده، همهش مستند، مستدل، دارای توجیه حقوقی است. 7900 چند بله، شکایتی بله، که هست. بله. آیا شما در شکایت درج کردن هم رقابت کردین؟ نخیر، ما حق ما بود. ما موارد زیادی را اصلا ما بریم دنبال موضوع که عبارت از امو 700 هزار رای باشد. 700 هزار رای که خانم نورستانی آمد مطرح کرد، گفت که باطل شده. خب اینمی 700 رای، ما در حالی که بیشتر از 700، نزدیک 1 میلیون میگیم که باید باطل شود، یعنی تقلب شده. خب اصلا ما میگیم با اینمی 700 هزار رای که باطل شده و بعد 300 هزار رای که هم باطل بود و وارد دار و وارد سیستم شده، ما فکر میکنیم که شاید 8000 شکایت هم کم باشد. یعنی به طور کلی قد و جزم گفته میتونیم که متقلب و عامل اصلی اینمی 700 هزار رای و 300 هزار رای که وارد سیستم و شامل دور شده، عاملش تیم دولت ساز هستن. اگر باور ندارید اجازه بدید ما این باور ما اینجا مهم نیست. اجازه بدید، من صلاحیت اظهار نظرم در زمینه ندارم، کمیسیون شکایات است، تصمیم گیری را اونا میکنن. من بحث باور من مهم نیست که من باور داشته باشم یا نه، و شما به عنوان یک دسته انتخاباتی اینجا زمانی که حضور میابین، خب طرف مقابل را نداریم. خب اما سوال اساسی که مطرح میشه، اجازه بدید خدمت شما که امی 700 درباره امی 700000 یک نکته عرض میکنم. اگر اینها با کمیسیون مستقل انتخابات در تبانی نیست، بیایم دست به دست هم بدیم، به صورت مشترک یک درخواست میدیم که عاملی و متقلبین علمی 700 هزار رای را بیرون بده که کی هست. خب 700 هزار رای، 600 هزار رای، یا اینه که 500 هزار رای. میدانید تقلب 500 هزار رای یعنی چی هست؟ مطابق ماده 238 کد جزا، ببینید
توطئه یعنی تقلب سیستماتیک چی خیانت ملی است. اجازه بدین سوال رو واضح بشنوین در ادامه جوابتون رو می‌خوایم. بله. این ادعارا همه دستای انتخاباتی دارن که میگن بین متقلبین را افشا کنین. بله. چقدر شما در این تقلب دست دارین؟ خب ما گفتیم ما چند بار از کمیسیون مستقل انتخابات خواستیم که بیایید اینمی عاملی و متقلبین اینمی 700 هزار رای را آف و تابی بسازید، بیرون بسازید، هر کسی که بودن، و ما هیچ گونه تقلبی نکردیم. اگر تقلب کردیم میگیم که بفرمایید برید کمیسیون شکایات، و هم میگیم که اگر ما تقلب کردیم و شکایات یا نها مستند هست بفرمایید بگویید که اینی مورد اینی مورد اینی مصادیق شما تقلب کردید. اینا نمیتونه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اگر اینا همه را بیرون بده یک تیم خاصی به نام تیم دولت ساز اینجا ثابت میشه که مرتکب خیانت ملی میشه. اما دولت ساز میگه که بحث خیانت ملی را باز از شما میپرسه، مگه او بسیار یک طبعات منفی خودم داره در صورتی که باز ثابت نشه و سایر گپا. اما تیم دولت ساز میگه ما یگانه تیم هستیم که از قانون حمایت کردیم و تمکین داشتیم، بر قانون به پای قانون نشستیم، و حالا از تصامیمی که کمیسیون شکایات انتخاباتی هم خواهد گرفت از او حمایت میکنیم. حتی همین مورد میتونه باشه. خب ببینید اونا برای توجیه شما از قانون میگن، اونا برای از قانون توجیه میگن. برای اما بحث خیانت ملی رو شما کاش اجازه بدید. کاش بودی، کاش امی عضو دستهش بود، سخنگویش بود، هر کسی بود، روبرو می نشستیم صحبت میکردیم که مستند به قانون حرف میزدیم که آیا کار اونها مطابق با قانون است یا کار ما مطابق قانون است، آیا اونها خلاف قانون حمایت میکنند یا اینی که ما خلاف قانون. یک نمونه تازه زنده برای شما بگویم، فیصله 104 کمیسیون مستقل انتخابات آمده نزدیک 583 محل را مطرح کرده، گفته که اگر بین فرمه مندرج نتایج و بین معلومات بایومتریک بیشتر از 5 رای باشد ما ایران مورد تفتیش و با شماری قرار میدیم، اگر کمتر از او باشد یعنی 4 رای باشد یعنی 5 رای باشد. اما یک رای هم میتونه سرنوشت انتخابات تغییر بده جناب. خب اجازه میده دیگه. خب اگر ما امی 4 رای و 5 رای بیایم ضرب یعنی 500 چند محل بکنیم، میدونید چند میشه؟ نزدیک 40000 میشه. خب این نقض صریح ماده 61 قانون اساسی است که 50 به علاوه 1 مطرح میکنه. این 40000 رای کجا میکنه؟ این خلاف قانون نیست، این خلاف لایحه نیست، این خلاف طرز العمل نیست. همش حالا بیایید شما قضاوت بکنید که مطابق قانون ما هستیم یا تیم دولت ساز هستیم. ما قاضی نیستیم اینجا که قضاوت کنم. بار دیگر میخوام تاکید کنم، گفتم کاش بودی. اما آقای نبیل هم خواستن که فهرست متقلبان باید نشر شود. اما بله. چیزی که قابل بحث است، فکر میکنین کمیسیون شکایات انتخاباتی بتونه در 37 روز تمام قضایا را بررسی کنه، آنچه شکایات هست را بررسی کنه و نتیجه باید را خدمت شما تقدیم؟ خب ببینید، ما ایرا قانون مشخص نکرده که معیار شکایات چقدر باشد. خب بیا اجازه بدید معیار مشخص شد، مطابق اجازه بدید مطابق او آماری که مشخص میشه بیاد روزهای رسیدگی را مشخص بسازه. نگفته که مثلا از 5000 از 6000 یا کمتر بیشتر بالا باشد، مطابق این بیاد ما روز مشخص بکنیم. خب قانون آمده قانون آمده مشخص کرده 15 روز و 37 روز. خب اگر واقعا جدی کار بکند، بله ما امیدوار هستیم که اینها به تمام شکایت رسیدگی بکند که نزدیک 14000ش مربوط کمیسیون‌های ولایتی میشه و بقیش مربوط کمیسیون‌های مرکزی میشه. امیدوار هستین یا اعتماد دارین؟ خب گفتم میرا زمان باید ثابت بکنه. حتی از سخنگو از منشی کمیسیون سم شکایات هم چند لحظه پیش شما طلوع نیوز بود به نظرم پرسید، گفت ما وعده داده نمیتونیم که حتما در امین روزی که روزهایی که مشخص شده، وعده ای که مشخص شده توسط قانون، ما حتما در امون روز مشخص بکنیم و تمام رسیدگی را انجام بدیم. یعنی مشخص نکرد. پس اگر نتیجه انتخابات همچنان برخلاف انتظار شما باشه، که شما خود در برخی بحث ها دست انتخاباتیتان برنده میدان میدانید بله. به اساس آرای بایومتریک، اگر بر وفق مرادتان نباشه چی میکنید؟ ببینید، ما به قول دولت ساز که بعضی وقت ما رو متهم میکنه که کدام خواستی فرمایشی نداریم، ما خواست ما مطابق قانون است، مطابق لایحه است، مطابق طرز العمل است، مطابق لایحه است، مطابق طرز العمل است. اصلا ببینید، ما از امینجام تکرار میکنم که ما برنده هستیم. تفاوت جناب آقای اشرف غنی تیم دولت ساز از 50 به علاوه 1 11676 رای هست.
خب شکایاتی که آمده درج شده نزدیک به 17000 شکایت است. اگر هر شکایت یک رای با ابطال بگیرید، خب اصلا ما بگیم که کمیسیون مستقل انتخابات آمده جناب اشرف غنی را در یک پرتگاه قرار داده، سقوط اون هم توسط کمیسیون سم شکایت صورت میگیرد. اگر واقعا به اینمی اعتراض ها و شکایات به صورت کامل رسیدگی شود، اگر خب به خواست شما که ما سقوط آقای اشرف غنی است به گفته خودتان و آقای عبدالله، سقوط آقای اشرف غنی به گفته خودتان و به گفته آقای عبدالله که حالا انتظار شما است، اگر همی اتفاق نفته چی؟ خب گفتم که ما به امو صحبت ها چی میکنم؟ اجازه بدیم من میرسم به واضح چون وقتتان بسیار کم آرشاید. درسته، ما بازم تاکید میکنیم که مطابق قانون خواسته که داریم، اعتراضاتی که صورت گرفته، شکایاتی که صورت مطابق قانون است، مطابق قانون رسیدگی بکند. خب اگر خلاف قانون آمد، ما تا آخرین لحظه را مبارزه میکنیم در ضد تقلب. هنوز هم گزینه های وجود دارد که این بار تیشه و دیگه بار... چیزا نشان داده شد. نخیر نخیر، چون این چیز نیست. ما گزینه هایی که در پیش رو داریم صلح آمیز است، مسالمت آمیز است، مطابق با قانون است. خلاف قانون هیچ وقت از امو نخستین روزهای جنبش ضد تقلب بار دیگر بالا گرفته. بله، آیا 2014 تکرار میشه؟ نخیر، 2014 تکرار نمیشد به هیچ وجه. نه حکومت وحدت ملی است، نه مشارکتی هستن. فقط گزینه های دیگری که ما داریم مطابقت با قانون صلح آمیز خیمه زدن ها بر روی جاده ها تکرار خواهد شد. زمانش خواهد رسید، زمانش خواهد رسید که حالا هر گزینه مؤثری که تقلب را ریشه‌کن بسازد ما از او استفاده میکنیم. نه خشونت آمیز، نه خلاف قانون، نه خلاف مدنیت. شما گفتین 2014 تکرار نمیشه. 2014 یعنی از 2014 منظور شما، منظور شما اگر مشارکتی باشد، اگر حکومت وحدت ملی باشد، اگر این چیزا باشه اعتراضاتتان چیزا اعتراض گفتم مطابق قانون مسالمت آمیز، صلح آمیز، حالا هر گزینه مستاق اینمی صورت بگیرد ما اون موضوع استفاده میکنیم. بسیار تشکر، ممنون از شما جناب دکتر مهدی ناطقی از اینکه تشریف آوردین. پایان این برنامه هم تا درود دیگر، بدرود.